آیا میدونستین زبان پنهانی وجود داره که به شما امکان میده نشون بدین که چقدر گربتون رو دوست دارین؟ توی این ویدیو این زبان پنهانی رو لمس‌گشایی میکنیم و راه های ساده و در عین حال قدرتمندی رو برای گفتن دوستت دارم به گربتون نشون میدین. راز ظریفیه که در زبان بدن گربه ها پیچیده شده و سرنخ های خاموشی که گربه ها برای برقراری ارتباط با همدیگه استفاده میکنن. پس بیاین انجام بدیم. تا به حال متوجه شدین که چطوری گربتون گاهن به آرامی برای شما پلک میزنه؟ این فقط یک رفتار تصادفی نیست، بلکه گربه شما ابراز محبت و اعتماد میکنه. این تعامل منحصر به فرد اونقدر در بین علاقه‌مندان به گربه شناخته شده است که اغلب به اون دوسه گربه ای میگن. اما چرا آهسته پلک زدن نشونه عشقه؟ تو طبیعت وقتی گربه در حضور حیوان دیگه چشماشو میبنده، نشونه از نهایت اعتماده. چون که این یک عمل آسیب پذیره و خیلی باید اعتماد داشته باشه که چشاشو حتی لحظه ببنده. با آهسته پلک زدن اونا به شما میگن که دوستتون دارن، یعنی اونقدر به شما اعتماد و آرامش دارن. و وقتی شما با پلک زدن متقابل انجام میدین، همون احساس اعتماد و محبت رو به اونا منتقل میکنین. حالا پس چطوری میتونیم به گربه پلک بزنیم؟ به اونا نگاه کنین و به آرامی چشای خودتون رو ببندین، برای یک ثانیه نگاه دارین و بعد چشاتون رو باز کنین. در صورت پس دادن همین حرکت به شما متوجه خواهید شد که پیام درک شده. به فضا و مکان سبک گربه احترام بذاریم. همه ما میدونیم که گربه ها برای فضای شخصیشون ارزش قائلن و از مطالبه و گرفتنش نمیترسن. اما بیایم کمی عمیق‌تر به این مفهوم بپردازیم. به عنوان مثال ممکنه برخی از گربه ها دوست نداشته باشن بغل بشن. برداشته شدن اونا در حالی که دیگران ممکنه از اون لذت ببرن، اما اگه گربه شما هنگام برداشتن میکنه فرار کنه، طبق اون عمل کنید. این نشونه واضحیه که اونا ترجیح میدن پاهای خودشون روی زمین نگه دارن، نه تو آغوش شما. و اگه اینطور عشق خودتون رو با احترام به این اولویت نشون بدیم. حالا به این فکر کنین که گربتون چه زمانی میخوابه یا خودشو آراسته میکنه. این لحظاتی هست که اونا رو خودشون تمرکز میکنن، بنابراین بهتره اونا رو رها کنین. حتی اگه دوست دارین نوازششون کنین یا بازی کنین، خودتون رو مهار کنین، بذارین اونا از اوقات شخصی خودشون لذت ببرن. مطالعات نشون میده که وقتی فضای شخصی اونا خدشه دار میشه، ممکنه دچار استرس بشن و ممکنه شروع به فعالیت کنن، یا بدتر از اون میتونه منجر به مشکلات مختلف سلامتی بشه. زبان دم. دم گربه بسیار بیشتر از یک زایده زیبا و کرکیه. این یه ابزار ارتباطی اولیه است. به خودی خود یه زبان واقعیه. طبق تحقیقات کارشناسان رفتار حیوانات، این ماهیچه های تخصصی در دم و سیستم عصبی مرکزی به گربه ها اجازه میدن دم و ترکیب های پیچیده و با سرعت های مختلف رو حرکت بدن که هر کدوم معنای متفاوتی داره. خواه ترس، هیجان، پرخاشگری باشه یا خوشحالی که هر حرکتی رخ داده. حرکت دم مربوطه مثل پرچم شخصی گربه شماست که دقیقاً احساس اونا رو در هر لحظه اعلام میکنه. وقتی گربه شما با دم بالا گرفته و لرزش خفیف در نوک اون وارد اتاق میشه، این یه لبخند بزرگ و خوشحالی اونه. در طبیعت گربه ها از زبان بدن به عنوان راهی برای برقراری ارتباط بدون ایجاد سر و صدا استفاده می کنند که می تونه شکارچیان رو جذب کنه یا اونا رو بترسونه. در مورد لرزش که نوک دم بالای سره، لرزش یا تکان دادن انتهای دم نشونه واضحی از هیجان و انرژی مثبته. کمی شبیه به زمانی هستش که وقتی ما آهنگ مورد علاقه‌مون رو می شنویم یا یکی از عزیزانمون رو میبینیم و پس از مدت‌ها دچار قاز میشیم و خیلی خوشحال میشیم. این یه واکنش غیر ارادی به سیر احساسات مثبته. بنابراین وقتی گربه شما سلام میکنه، دمش رو میلرزونه. گربه ها این کار با هر کسی انجام نمیدن و تکان دادن دم خاص رو فقط برای افرادی که واقعا به اونا اعتماد دارن. در صورت وقوع این اتفاق فراموش نکنین و با محبت نوازششون کنین. بازی تعاملی با گربه برای دوستای پشمالوی ما فقط سرگرم کننده نیست، بلکه بخش مهمی از زندگی اوناست. اما بهترین بخشش اینه که بازی با گربه شما نه تنها برای سلامتیشون عالیه، بلکه یه راه فوق‌العاده برای برقراری ارتباطه. در بازی تعاملی با گربه خودتون که در حال قدم گذاشتن در دنیای اونا هستین شرکت کنین. شما در فعالیت‌های شرکت می‌کنین که برای اونا بسیار مهمه. این به ایجاد درک متقابل و اعتماد کمک میکنه که گربه شما میبینه که شما به فعالیت‌های اونا علاقه‌مندی، که پیوند بین شما و گربتون رو تقویت میکنه.
تحقیقات جدید نشون داده که زمان بازی میتونه ترشح اکسیتوسین رو در بدن تحریک کنه که همون هورمون عشقه که نقش کلیدی در پیوند اجتماعی و بسیاری از گونه‌ها از جمله انسان و گربه ایفا میکنه. در 2019 مطالعه انجام شده توسط دانشمندان دانشگاه ایالتی اورگان دریافتند که گربه‌ها با سرپرستاشون پیوندهای شبیه به پیوندهایی که کودکان انسان با والدین خود برقرار می‌کنن ایجاد می‌کنن و یکی از راه‌های اصلی شکل‌گیری و تقویت این پیوندها در طول دوران بازی با شرکت منظم و بازی جلسات شما با گربه است که نه تنها باعث تحریک ذهنی و جسمی گربه شما میشه، بلکه محیطی رو ایجاد میکنه که هورمون عشق بتونه در اون رشد کنه. قبل از اینکه به ادامه مطلب بپردازیم، میخوام از همه کسایی که در کانال مجله آموزش سرگرمی شکی از پیچ آباد مشترک هستن تشکر کنم. از همه گربه دوستان بسیار سپاسگزارم. اگه هنوز مشترک نشدین، از شما میخوام با عضویت در کانال، لایک و نظر در مورد ویدیو به ما کمک کنید تا رشد کنیم. برای شما رایگانه اما برای ما بسیار ارزشمنده. از شما سپاسگزاریم. راز نوازش گربه. برخلاف سگ‌هایی که اغلب در هر مکان و هر زمان یک حیوان خونگی خوب رو دوست دارن، گربه‌ها موجودات پیچیده‌تری هستند. هنر نوازش کردن یک گربه مستلزم درک و احترام به ترجیحات اوناست. این فقط نوازش کردن اونا نیست، بلکه در برقراری ارتباط با عشق به گونه ای هستش که راز اونا رو در بر بگیره. راز نوازش اینه که قدرت بویایی اونها در اطراف گونه ها، چونه و در پایه دم اونا قرار داره. بنابراین وقتی گربه صورت خودش رو به پا یا مبلمان شما میماله، نه تنها به دنبال تماس فیزیکی بلکه قلمروش هم با اونا مشخص میکنه. شما زمانی که گربتون رو در این نواحی نوازش میکنین، به اونا کمک میکنین بوی خودشون رو پخش کنن. بنابراین این نوازش آروم گربه ها رو با گونه هاشون شروع کنین و سپس به سمت چونه و در نهایت اگه گربتون راحته، دست خودتون رو به سمت پایین دم بکشین. به یاد داشته باشین که هر گربه منحصر به فرده. برخی ممکنه از نوازش لذت ببرن و برخی دیگه ممکنه نه. سعی کنید از نوازش بیش از حد گربه ها جلوگیری کنید. در صورت نوازش طولانی مدت بیش از حد، اونا تحریک میشن که میتونه منجر به استرس یا حتی خراش ناگهانی دردناک بشه. بنابراین چطوری متوجه بشین که گربه شما از نوازش خسته شده؟ زبان بدن. اگه دم گربه شما شروع به تکان دادن کرد، وقت اونه که به اونا کمی فضا بدین و خودتون رو کنار بکشین. پیشنهادهای غذایی. گربه ها غذا را با محبت در طبیعت مرتبط می کنند. تصور کنیم بعد از یک روز طولانی به خونه می آین و دسر مورد علاقتون را در انتظارتون می بینید. برای گربه تون هم همینطوره. گاهی اوقات اونا را با یک تکه ماهی آبدار یا یک کیسه غذای معمولی برای گربه غافلگیر کنید. اما به یاد داشته باشین که افراط نکنید، چون می تونه به گربه تون آسیب برسونه. یادگیری و درک صداهای گربه. میدونستین که گربه ها به طور منحصر به فردی با استفاده از صداهای مختلف ارتباط برقرار میکنن که میتونه چیزای زیادی در مورد احساس اونا به ما بگه. خورخورای گربه و حتی اون صداهای مخصوص که با دیدن پرنده بیرون از پنجره تولید میکنن، هر لحن اونا پیامی متفاوت داره. پس چطوری میتونین این گویش گربه رو متوجه بشین؟ شما با تجربه میتونین متوجه بشین که زمانی که گربه شما خورخور میکنه، گرسنه است یا مریض، درد داره یا هیجان زده است یا شاید فقط سلام میکنه. وقتی خورخور میکنن بهشون توجه کنین. اونا چیزی رو میخوان بفهمونن، میخوان چیزی به اون صداها پاسخ بده. با دادن اون چی که اونا نیاز دارن یا میخوان، راهی عالی برای نشون دادن این که شما اونا رو درک میکنین و اهمیت میدین و دوستشون دارین. و در اینجا چیزی واقعا جالب از دنیای این وجود داره. تحقیقات نشون میده که گربه ها نقش منحصر به فردی در خورخور کردن خودشون دارن که منحصرا برای برقراری ارتباط با انسان از اون استفاده میکنن. گربه ممکنه به دنبال توجه به غذا یا فقط کمی عشق باشه. اجازه بدین اونا با شما بخوابن. اگه گربه‌تون تصمیم بگیره برای چرت زدن در کنار شما بشینه، اونا رو مجبور نکنین دور بشن. وقتی راحت به نظر میرسن و شروع به مستقر شدن در دامن شما یا کنار شما میکنن، این یه چراغ سبزه. پس اجازه بدین با شما بخوابن. روشی منحصر به فرد برای گفتن این که من هم تو رو دوست دارم و این چیزی هستش که طبق تحقیقات خوابیدن با حیوان خونگی شما جذابه. میتونه به کاهش استرس و اضطراب کمک کنه. مطالعات نشون داده که خواب مشترک با حیوان خونگی شما حس همراهی و امنیت رو فراهم میکنه که میتونه خواب بهتری رو هم برای شما هم برای گربه شما ایجاد کنه.
متاسفانه شما چند راه عالی برای نشون دادن عشق خودتون به گربه میدونید که اونا علاوه بر دوست داشتن شما ممکنه از شما هم محافظت کنن.